آقای معین مالکی چند سالیه که تو کار انتخاب بازیگر برای فیلم‌ها و سریال‌های تلویزیونی فعالیت می‌کنه. ماجرا از این قراره که چند وقت پیش آقای مالکی آگهی تو فضای مجازی منتشر کرده و اعلام می‌کنه برای نقش اولی یک سریال به یک چهره جوان و جویای نام نیاز داره. خانم مبینا شمس هم که سال‌هاست در آرزوی بازیگریه با آقای مالکی تماس می‌گیره. اما متوجه میشه برای گرفتن این نقش باید 400 میلیون تومان با آقای معین مالکی بپردازه. حالا 6 ماه گذشته، مبینا ناکام از بازی در نقش اول سریال، آقای مالکی رو به میز محاکمه کشید. قیام کنید. سلام آقای. سلام. صبحتون بخیر. بفرم. خانم مبینا شمس؟ بله آقای قاضی. اهل شیرازی خانم؟ بله. اونجا زندگی میکنین؟ بله. خانم شمس، 400 میلیون تومان شما دادید با آقای معین مالکی که نقش اول سریال بازی کنین؟ بله آقای قاضی. 230 میلیون شما دادم آقای قاضی. ها شما میخواستی بازی کنی؟ نه من علاقه نداشتم، به خاطر خواهرم این کارو کردم. خواهر برادر این درسته؟ بله من نوید شمسه. خب به نظر خود شدنی بوده آخه با 400 میلیون آدم رو نقش اول بازی کنه؟ آقای قاضی نمیدونم واقعا چطوری شروع کنم و چی بگم. انقدر این آقا منو اذیت کردن. 6 ماه من این آقا رو میشناسم. انقدر آقای قاضی من همه چیز مدارک اونجا واسهتون آوردم. همه شواهد هستش. آقای قاضی 6 ماه پیش من یه آگهی بازیگری دیدم توی اپلیکیشن. تماس گرفتم این آقا به عنوان مدیر مؤسسه جواب دادن. کلی بازارگرمی کردن. خودشون صحبت کردن با شما. بله تماس خودشون. اول خودشون هستن. بله خودشون. آقای قاضی یه مسئله ببخشید. من خودم جواب ندادم. اصلا خیلی خنده داره. من خودم به عنوان مدیر شرکت بگم الو سلام بفرمایید. اصلا نمیشه اینجوری. من جواب دادم. الان شروع کردم. الان نوبت منه. آقای معین مالکی ببین اگه بخوایم اینجوری پیش بریم که هر چی ایشون میگه شما یه جوابی بدی دادگاه جلو نمیره. متوجه ای؟ سخت میشه. اجازه بده من صحبت‌های ایشون رو گوش کنم. صحبت‌های شما رو هم گوش کنم بعد در نهایت یه تصمیم بگیرم. خوبه؟ هر چی شما بفرمایید. احسنت بهت باریکلا. سلامت. خب. آقای قاضی من یه آگهی بازیگری دیدم. تماس گرفتم این آقا به عنوان مدیر مؤسسه جواب دادن. کلی بازارگرمی کردن که ما فلان می‌کنیم، بهمان می‌کنیم. نه، این فلان و بهمان نه. توضیح بدید چی گفتن دقیقاً؟ گفتن که ما شما رو تبدیل می‌کنیم به ستاره سینما. ما از چوب خشک بازیگر ساختیم. بله. نمی‌دونم آقای قاضی از این حرفا دیگه. بعد چند تا عکس برای من فرستادن از خودشون و بازیگرای معروف. گفتن که آره من توی فلان پروژه سینمایی بودم. من با فلانی رفیقم. رو حرف من حرف نمیزنن. سینما حرف منو خیلی میخونه و نوید محمدزاده اسم من نوید رو نگیر. ببین اسم نوید رو وارد حریم خصوصی منو نوید خودت چه ربطی داره؟ به من چرا ببین واسه شما منظور دارن متوجه منظور شما حالا الان متوجه میشین آقای قاضی. خب گفتن که من 70-80 تا از هنرجوامو معرفی کردم به پروژه های مختلف سینمایی. همشون هم الان بازیگر شدن و تون تونم دارن کار میکنن. من همه یه حرفای این آقا هم آوردم خدمتتون. یه بار فکر نکنید من دروغ میگم. من از کل چتام با این آقا توی این 6 ماه پرینت گرفتم آوردم. میتونید ببینید. من معذرت میخوام جناب قاضی. ایشون از یه پیام رسان خارجی استفاده کردن که اصلا محلی از اعراب نداره اینجا بخوام درباره صحبت بکنم. خیلی راحت بودین نرم افزار با فتوشاپ. نمیدونم آگاهی در رابطه با این نرم افزار. آقای قاضی میتونن تشخیص بدن فتوشاپ هستش یا نه؟ خانم من دارم صحبت میکنم. خیلی زشته این رفتارتون. آقای قاضی این آقا زیر بار هیچی نمیره. زیر بار هیچی نمیره. الان هر چی که من بگم میگه دروغ میگی. به خاطر همون من اون مدارک آوردم خدمتتون. آقای مالکی جونم. این پرینت ها برای من قابل استناده. واقعا؟ آره. آخه تو اینترنت نوشته بودش که اینجوری مثل اینکه کذب بود. خبر کذب بود. من معذرت میخوام بفرمایید. خب بعد به من بگو که شما چیکار کردی؟ من طلاهامو فروختم. ماشینم رو فروختم زیر قیمت. 170 میلیون پول به ایشون دادم که من نقش اصلی یه سریال رو بگیرم. آه. یه نمایش خانگی به اسم خانه ارواح. قرار شد من توی این کار بازی کنم. فیلم ساخته شد آقای قاضی. منم بی خبر از دنیا.
بله. قرارداد با شما بستم. بله آقای قاضی. بعد پولو به کارتش واریز کردی، به حساب شما واریز کردی. 230 میلیون من واریز کردم به حسابش، فقط من واریز کردم. 170 تومن خودش. خب بعد شما اونجا چیکاره بودی تو اون سریال؟ کارگردان بودی؟ جا کارگردان بودی تو اون سریال؟ نه. بعد چیکاره بودی؟ من از دوستان کلاهبردار آقای قاضی. خانم من دارم صحبت میکنم، این رفتارت واقعا زننده است، داری من ناراحت میکنی. ناراحت بشو کلاهبردار. شما بگی ایشون کلاهبردار هست یا نه. 400 میلیون پول ایشون کلاهبردار. من رفتم اداره ارشاد، اصلا مؤسسه‌ای به اسم هنرساز ثبت نشده، این آقا مجوز نداره. من اعتراض دارم. برای چی رو چه حساب از من پول گرفتن؟ جناب قاضی چه حساب این همه وعده وعید به من دادن؟ شما ناراحت شدم الان از من برای چی؟ اگه اینو نمیگفتم بهم توجه نمیکردی، ببخشید. جناب قاضی 5 تا صحبت کذب درباره بنده شد که همین الان آنن باید در رابطه باهاش صحبت بکنم. صحبت کن. 5 تا کذب؟ کلا من 2 کلمه صحبت نکردم با آقای قاضی. انقدر انقدر کذابی که از تو همون 2 تا کلمه دروغ گذاشتم من. آقای مالکی توهین نکن. بله. بگو. ببینید گفتم چند تا؟ 5 تا. 5 تا. حالا موین جانم چند سالته؟ میدونم نمیخوره به هم ولی 38 سالمه. خیلی خوب 38 سالته، آفرین. خب بعد این اسامی که برد مثلا، حالا کار نداریم، آقایی که مثلا گفت تو بازیگر کردی، حالا یه سری متن اینجا هست. ببین گفتی مریم میزانی رو من بازی کردی. آره بله آقا. مایی 200 میلیون تومان داره در میاره. بله. مریم میزانی خب نزدیک 60 سالشه واقعا؟ با عقل جور در نمیاد. آقای قاضی یه لحظه اجازه بدید. 100 بار جلوی خودم زنگ زد با بازیگر رو گپ زد. بعد آقای قاضی یه لحظه اجازه بدید. هنر یه اتفاق خیلی مهمه. آقای قاضی بزنین اول من حرف بزنم بعدن ایشون، مگه نوبتی نیستش؟ خانم من دوباره داری ناراحت هم میکنی. خب هم آقای قاضی الان دارم من صحبت میکنم. خانم شمس شما صحبتت کردی دیگه. نه آقای قاضی چیز تازه ای هست میخوای بگی؟ ندادم. بله اجازه بده من صحبت ایشونو بشنوم. بگو آقای قاضی مطلب تازه اگر نگی. چشم. آقای قاضی 100 بار جلوی خودم زنگ زد با بازیگرا گپ زد، بعد آدم واقعا فکر میکنه که این کاره هست دیگه. من دفتر ایشون رفتم، یه دفتر خیلی شیک و پیک، پوستر فیلما رو زده بودن به در و دیوار و دوربین گذاشته بودن اونجا، کلی رفت و آمد بود. آقای قاضی من خانم مگه اینا دلیل میشه که شما 400 میلیون تومان پول الان قرارداد بابا برای چرا شما پافشاری میکنی رو حرفت؟ آقای قاضی من قرارداد نوشتم، امضا کردم، اثر انگشت زدم دستش. تو چی کشیدی؟ اینا دلیلیه برای اینکه شما 400 میلیون تومان. آقا همه اینا که باز میخوای حرف بزنی بگو تا صبح بگو من بشنوم. پیرم کرد. تا صبح بگو من بشنوم. آقای قاضی مگه قرارداد معتبر نیست؟ قرارداد با کی؟ با ایشون. کجا؟ کی؟ چگونه؟ چرا؟ خانم یه ذره گوش کن، شما با کی قرارداد بستی؟ خودت میگی اصلا مجوز نداره. من درباره این توضیح میدم. بعد الان پشت منطقت وایسادی، میدونی چی بهت دارم میگم؟ بله. دفاع نکن از کار اشتباهی که کردی. خب موین جان اهل کجایی بابا؟ تهران. خب بعد مدرک تحصیلی چیه؟ دیپلم ولی در حد دکترا. آقای قاضی ایشون دیپلم ان این همه چرا در حد دکترا؟ آها آقای قاضی یه اتفاق خیلی مهمه. ببینید شاید اینی که بگم درکش الان برای شما خیلی سخت باشه، چون اساسا در این حوزه ورود نکردین، سر و کله زدین با یه مش خلافکار جانی کلاهبردار. حالا الان عرض میکنم خدمتتون جناب قاضی، با توجه به زیستی که بنده در جامعه هنری داشتم، تجربه‌ای که به دست آوردم، زندگی کردم بینشون، رفتم اومدم لای کتاب، رمان، نمایشنامه، فیلمنامه، همش از این پروژه به اون پروژه، این تجربه‌ای که من دارم در حد دکتراه. خب بدینو کی تایید میکنه؟ خودشون آقای قاضی. معلومه که خودم. این آدم پرمدعا و پرموه فقط حق واسه گفتن دارن. زیست هنرمند فرمش رو میسازه، زیستشون رو ببینی؟ فرمشون هم داره میزنه بیرون، اصلا یه چیز چرک کثیف. آقای قاضی یه اتفاقی رو من البته بهتون بگم، البته میدونم شاید سخت باشه واسه شما درک کردنه چون در عالم هنر نبودین، یه ذره مطالعه آزاد واقعا برای شما مفیده. میدونین چرا؟ چون حرف منو بهتر درک میکنین. الان بهتون میگم، یه جوری میگم که متوجه شین، ایرادی نداره. آقای قاضی 3 تا اتفاقه اگر هنرمند اینا رو تمیز قائل بشه اصلا رو به تعالی میره. چیه؟
پوزیشن چیست؟ استایل چیست؟ جست چیست؟ با رسم شکل الان بهتون میگم. جست تو خالی هپ هپ اصلا یه چیز هشل هفت. پوزیشن از بالا داری نگاه میکنی، هیچکی نمیتونه بهت بگه این چیه اون چیه، چون انقدر قدرت هستش همیشه سر جاشه. حالا استایل چیست؟ من کلاه بردار. خیلی بیادبی. راه رفتن منو ببینیم، همه یه حس ها توش هست. برایان فریل یه حرف خیلی جالبی میزنه. چیه؟ میگه که افرادی که داخل هنر زیست میکنن خودشون برای خودشون یه پا فیلسوفن یه پا روانشناسن. آقای خلج، خلج جان، هگل هم حرف جالبی میزنه. میدونی چی میگه؟ چی میگه؟ میگه که زندگی ما خب خودش صحنه تئاتره. حالا بگو چرا؟ چرا؟ آمبیانس تئاتر دیدین؟ زیاد. دیدین یه صدایی از اسپیکر از بلندگو میاد؟ به اینا گاهن میگن آمبیانس، موسیقی. یه صدایی هست توی محیط، باد میاد. صداشو دقت کردی؟ صدای آمبیانس رو، خب؟ صدای برگ. خرچ 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 خرچ. میبینی؟ اصلا یه چیز دیگه، شما نقش دویی، من نقش یکم، مکمل هم دیگه داریم دیالوگ میکنیم سر کوچه. سلام خلج جان چطوری؟ نون میخوای؟ نه نه مالکی نمیخوام. آقای قاضی شون محضر دادگاه رو به مسخره گرفتن. مسخره چیه؟ چهار تا چیز علمی دارم میگم، حداقل یاد بگیر ازش استفاده کن. موین جانم، مجوز داری یا نداری؟ آقای قاضی من وقتی میگم ایشون کلاه برداره به خاطر همینه. این آقا اصلا مجوز نداره. موین جست و استایل و پوزیشن تو بردار، همزمان با هم سعی کن با هم تطبیقشون بدی، چون یکیش بزنه بیرون فالش میشه. فالش میدونین؟ آفرین. ببر اون پشت وایسا تا ادامه بدیم دادکارو. فقط تو مسیر میتونم یه چیزی رو بگم جناب قاضی؟ یه مطلبی از اونم اینه که من الان مجوزم در دست اقدامه. خب فقط الان به خاطر این پاندمی کرونا که شکل گرفته کل جهان درگیرشن، یه ذره این شرایط مهم. چیزی به نام مجوز حضور فیزیکی در زندگی هنری تو داره یا نداره؟ نه. یک گواهینامه پای دو فقط. آفرین. آقای قاضی توی این 6 ماه دو بار دفترشون رو تغییر دادن و جابجا شدن. هفته پیش من از شیراز اومد مستقیم رفتم دفتر، دیدم در قفله. از همسایه‌ها پرسیدم، گفتن که از اینجا رفتن. نقل مکان اگه کلاهبردار نباشه برای چی باید تو 6 ماه دو بار دفترشون تغییر دیگه شاگردای دیگه من تونستن منو پیدا کنن. ای خیلی واقعا رفتارات زشته. وسط حرف دو تا بزرگتر. بعد تو اونجا چیکار میکنی؟ آموزش بازیگری میدی؟ آموزش هم میدم بدون مجوز. از اساتید مجوز دارم، یعنی گفتن میتونی مالکی. گفتن که میتونی؟ گفتن بلدی. کی به شما اینو گفتن؟ اساتید دیگه، بزرگان. مثلا اصلا بزرگان کیه؟ کی تو دفتر تو من از بزرگان دیدم؟ خب موقعی که من فقط ایشون یه بخواد خانم، خانم به خدا از اول دادگاه تا الان من هی به شما وقت دادم، شما اولا که بدون اجازه من باز خود حرف میزنی همینجور. ببخشید. خب خواهی قاضی بابا بذار کمک کن پرونده. خواهی قاضی پنج دقیقه چیزی که الان شما میگی کمکی به جلو رفتن پرونده اگر کرد هر چی میخوای شما بگو. شما باز میخوای مبحث تکراری رو بگی؟ نه آقای قاضی. بگو 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 چی میخوای بگی؟ آقای قاضی میخواستم بگم که این آدم میگه این بزرگان و اینا این یه عده دوست داره که همشون بازیگر و اینا، که من خودم شاهد بودم هزار بار زنگ زده باهاشون گپ زده. نمیدونم آدم فکر میکنه خب حتما یه کاره هست دیگه. این همین مطلب و ابتدای عرایزت نگفتی؟ دیدی میگم تکرار میکنی. من شنیدم یه بار گفتی شنیدم. اصلا جناب قاضی من دردم میدونی چیه؟ بعد چیه چی میخوای؟ یه جلو وایسا، یه جلو وایسا. تو هم بگو من حرف تو رو هم بشنوم. من و خواهرم خشیمون شدیم. آقا پولمون رو پس بده. تو فقط پول ما رو پس بده. آقا چیز دیگه ای نمیخوام. آقای قاضی، آقا من چیزی بگم، میدونی درد من از چیه؟ افرادی مثل این بزرگواران هنر رو به سخره گرفتن. وایسا نرو بشین همون جوش. میدونی علت اصلی این که من اومدم اینجا قبول کردم که بیام اینجا چیه؟ نه به خاطر این مبلغ، نه
به خاطر اینکه از هنر دفاع بکنم. امروز عاشق میشن، فردا فارغ میشن. هر کاری هم که میکنی میگیم عزیز من، خواهر من، برادر من، هنر مسخره بازی نیستش که تو یه دفعه. بعدم من به ایشون گفتم که این کار، این پولی که میذاری سرمایه گذاریه، درست، اما سرمایه گذاری کوتاه مدت نه، 6 ماهه نه. آقای قاضی واقعا غیر مدنی دارم حرف میزنم. آقای قاضی شما فقط یه نگاه به صورت من بکنی ببینید من چه به سر خودم آوردم. آقای قاضی به من گفتم برو تست گیریم بده، من رفتم تست گیریم شدم، گفتن این نقش دختر لاکچریه با دماغ عملی، صورت تو طبیعیه، به درد این نقش نمیخوره. به خدا انقدر تو این 6 ماه گفتن که من فقط 40 میلیون هزینه صورتم کردم. خلت جان، آقای قاضی جون، من واقعا معذرت میخوام. آقای قاضی آخه واقعا دیگه عصبانی شدم. من بهشون گفتم برو بینی تو جراحی کن. باشه، بله، ولی نگفتم برو تزریق ژل انجام بده. نگفتم برو بوتاکس انجام بده. چرا هرچی میخواد میزنی من چه تزریق ژل؟ بفرمایید برید تست بدید. آقای قاضی هر بار تو این 6 ماه بهش گفتم چرا پس منو معرفی نمیکنی، به جایی گفت صورت چهرت سینمایی نیست، الان دیگه کسی دنبال این صورت ها نیستش. در صورتی که وقتی که شیراز بودم به من میگفت تو بیا تهران، چهره تو جون میده واسه سردر سینما ها. خب موین، الان این جعفر ما میتونه بازیگر شه؟ خیلی علاقه داره. خودش بازیگر نیست. یه لحظه اجازه بدید. یه سوال دارم ازت. بگو. نه نه. نه، انرژیش نداره. نداره. انرژی اگر آدم بخواد جذب بکنه، جدی میگم، دستتون رو که اینجوری بکنید که گرمایی رو میگیری. بسه بسه بسه، به اندازه کافی لذت بردیم. بعد به من بگو که تو خود بازیگری؟ بازیگری هم میکنم. کجا بازی کردی؟ من هرچی جستجو کردم اسم تو جایی نیست. واقعا این اخلاق بد منه. من واقعا بعضی موقع مناعت تب دارم. میدونی چرا آخه چرا بازی؟ من خیلی یه سکانس دو سکانس رفتم جاهای مختلف بازی کردم. حالا دوستان یه مقدار قصور کردن، اسم منو نزدن. خب یه چند تا پروژه هم بودش که گفتن مثلا مالکی میخوایم اسمت رو بزنیم مثلا توی سایر بازیگر. من قبول نکردم. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه ببین میگن زیست فرم، یه دقیقه پیش گفتم از اینجا برمیاد که من خواستم زیاده، گفتم یه موقعی بزنن که بزنن مثلا و معین مالکی با حضور، یا مثلا یه صفحه تیتراش بره، خب بعد که آرم میخواد بخوره اونجا اسم من یه دفعه بخوره. خیلی قشنگه نه؟ واقعا جذابه. خیلی خوب معین. آقای قاضی بدترین کاری که این آقا آخر. با من کرد بگو. دل منو شیکوند، انقدر منو برد و آورد، وعده های دروغ به من داد، بعد آخر دست گفت تو هنرپیشه نیستی، تو استعداد نداری. من میخوام بدونم آقای قاضی اگر من هنرپیشه نبودم، اگه استعداد نداشتم، برای چی این همه پول از من گرفت؟ آقای قاضی همون اول میگفت تو بازیگر نیستی. الان شما تو اظهاراتت گفتی صدا از ایشون داری تو گوشی، درسته؟ بله آقای قاضی، من صداشو دارم، اجازه بدین. من کی به شما صدا فرستادم؟ الان مشخص میشه. اصلا شاید اینو یکی دیگه ضبط کرده به جای من. آقای قاضی تشخیص میدن. آقای قاضی بفرمایید. من یه نقش خوب وسط کنار گذاشتم. نقش یک خوبه؟ اصلا بهتر از این تو سراغ داری؟ ببین خانم، شما یه پلک بزنی شدی سوپر استار سینما. ببین من بهت چی گفتم. آقای قاضی اینم گوش بدین. من بهت بگم نقش اول واسه خود خودته. اتفاقا یه دختری امروز اومده بود میگه 500 تومن این نقش رو من میخوام. منم بهش گفتم که این قول رو من به یکی دیگه دادم. این نقش اصلا برای یکی دیگه است. ببین این برای خود خودت، خیالت راحت. بعد هر کاری هم یه هزینه‌ای داره دیگه، اینم الان یه هزینه‌ایه که تو باید انجام بدی دیگه. هیچ چیزی هم تو جیب من نمیره، همش از اینا برای خودت میشه. میبینید آقای قاضی؟ آره این صدا رو فرستاده بودم، یادم نبود. اگه نتونی ثابت بکنی که فیلم نوبت ازت دزدیده، برای درد سر میشه. ثابت میکنم. بعد شما که مدعی هستی ایشون فیلم نوبت از شما دزدیده، خب چرا همون موقع نرفتی شکایت بکنی ازش؟ آقای قاضی پشت اینا هزار تا تایید کننده گردن کلفت مافیای فیلم و سریال وصله. شکایت هم به کجا میرسه؟ شما باید توضیح بدی برای من، دلیل بیاری که این فیلم نوبت خودت نوشتی. دلیلی نداره. آقای قاضی میدونی سوال شما مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که از یه پدر و مادر سوال کنی که دلیلتون برای اینکه فرزند شما فرزندتونه چی؟ حتما دزدی کرده دیگه، مردم که الکی حرف نمیزنن. حتما دزدی کرده که دارن میگن دزد دیگه. بچه ها همه میدونن. آقای قاضی اینا کلا کارشون همینه. این آدما کلا دمار اینا که افراد نامی و بکشن زیر. پس جعفر ما اگه پلک بزنه نقش یک نمیتونه بازی کنه ها؟ نه پلک نه،
اونو میگین. جعفر رو میگم. نمیتونه. نه. نداره تو خودش. آن بازیگری نداره. نداره. خیلی خوب باشه. آقای قاضی یه چیز دیگه میتونم بگم؟ آقای قاضی خیلی های دیگه هم بودن به جز من که خیلی بیشتر به این آقا پول داده بودن. چقدر؟ من زنگ زدم بهشون. الان میگم. همین الان گفتی 500 تومن. آقای قاضی چقدر؟ وقتی یه چیزی میگی الان اجازه بده توضیح بدم. می‌بینی؟ بعد به آقای قاضی توضیح بدم. نمیگه چرا. آقای قاضی گفتن که من زنگ زدم بهشون گفتم بیا بریم از ایشون شکایت کنیم. گفتن که ولش کن مهم نیست اعصاب خودتو خرد نکن. آقای قاضی اونا بچه پول دارن. این پولا براشون پولی نیست ولی من کل زندگیمو فروختم حالا الان نقطه صفرم به خاطر همین حقمو تا از این آقا نگیرم ساکت نمیشم. همین خانوم به بنده حقیر فرمودن که یه من دختر شهرستانی گیر آوردن. الان شده دختر شهرستانی داشتی منو گوش میدادی تو از دختری که تو نافت چی بگه آدم چی واقعا بیا بازیگری تو ادامه بده خود جنسی شما آقا دیگه خودتون آقای قاضی انقدر کلاوردار روزانه مثل شما میبینن غیر مدنی هی به من توهین کردن. تموم شد حرفاتون؟ بله. مطمئنی؟ بله. خیلی خوب. موین موین عزیز جانم بزرگوار ارادت برای من محرزه که شما مرتکب عمل کلاهبرداری شدی. نگو. یعنی یه مانور متقلبانه کردی، یه وعده ای رو وعید تو خالی به ایشون دادی، یه مبلغی رو ازشون گرفتی 400 میلیون تومان. بله. و اصلا در تواناییت هم نبوده که انجامش بدی و انجامش هم ندادی. به هر حال این توی قانون، توی این کتابی که جلوی منه، جرم محسوب میشه. جرمم چی داره؟ موین یه مجازاتی داره. مطلب اول و مهمتر از همه این که من تو رو با جست و استایل و پوزیشنت 2 سال میفرستمت حبس. اونجا توی حبس روی هر ستای اینا کار کن که تا دیگه اینقدر فالش نباشه. آها. چون به قول خودت جستت داره میزنه بیرون، عدات زیادیه. تو رو خدا اونجا رو خودت کار کن، سعی کن که باز به قول خودت، به حرفای خودت استناد میکنم، رو زندگی بیشتر فکر بکنی. این یک. دو، 400 میلیون تومان پول از ایشون گرفتی، این 400 میلیون رو باید رد مال کنی، یعنی باید بهش برگردونی. معادل همون 400 میلیون تومانم جزای نقدی به تعلق میگیره. چرا آخه من؟ چون گوش کن ببین، الان من نقش اولم، تو مکملی، جامون عوض شد. ولی خب دیالوگ رد و بدل میشه. نه، که نه 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 نه، من اینجا من میگم تو گوش کن. خب این مونولوگ میشه دیگه آقای قاضی. با هر چی میشه، این سولولوگه، مونولوگ نیست. وقتی آره تکگویه میشه سولولوگ. آره. نه مونولوگ. خب بلدین؟ پس گوش کن، اینم مطلب سوم درسته. و مطلب بعدی، برای اینکه تو آرزو به دل نمونی و به آرزوت برسی، من میدم عکست رو منتشر بکنن، زیر عکست هم بنویسن و معین مالکی، که اونایی که شکایت نکردن هم بیان شکایت بکنن، متوجه بشن تو هم به آرزوت برسی. نکنین این کارو. و من مطلب نظر میکنم و بگو آسترکی بیاد. من تجدید نظر میکنم. حق طبیعی. من واقعا الان مشخص میشه به بقیه چقدر به شما پول دادن. معین یه نگاه به اینا بکن ببین. کمدی؟ چرا کمدی میتونه؟ میتونه؟ آره. خیلی خوب. بریم بهش آموزش بدم. دیگه تو زندان دیگه. نه، آسترکی رو ما اینجا نیاز داریم. اونجا هر تلاشی میخوای بکنی این 2 سال اونجا بود. نه زندان نه. بعد موین یه چیز دیگه بهت بگم، چیزی که یه بازیگر نیاز داره پرهیزه، انسانیته. فهمیدی؟ ببرش. نمیشه حالا یه کار سند بذارم. چی بذاری؟ سند. نکن. باید بری حبس. آقای قاضی دستتون درد نکنم. خیلی شانس آوردی. باید بگم اگر مجوز داشت، چون ببین این اتفاق میتونست بیفته، ایشون هم مجوز داشته باشه، اون وقت به این راحتی نبود، خیلی کارت سخت میشد، بس بس حقوقی میشد دیگه، کیفری نمیشد. درست. اشتباه کار خیلی اشتباه کردی. من هرچی از شما دلیل میپرسم، شما میگی چون یه سری عکس به دیوار بود، چون ایشون با یه سری آدم صحبت میکرد، چون ایشون با یه سری آدم عکس دیدین.
میگه اشتباه کردم؟ بله اشتباه کردم. احسنت. ممنون. بفرمایید. مرسی، ممنون آقای قاسم. آقا، آقا تو رو خدا، یه دقیقه باشه، من رو جست و استایل و پوزیشن و همه اینام کار میکنم. خب، یه کاری بکنیم. برو شما خانم. نه نرن، آقا، چه بفرمی؟ من الان بگم پول رو بریزن، مسئله حل میشه؟ خانم از اون ور، نه در خروجی خانم، یه لحظه، آقا من... نه، بذار خصوصیه، موین. بله. صحبت بین من و توه. واقعا؟ آره. آقا خلت جان من این پول رو میدم بذار من برم نکن هنرمندم تو هنرمند نیستی تو هنربندی تو این جلوی هنر رو میبندی کاسبی معاملگری با هنر که معامله نمی کنن هنر عشقه دله آدم با هنر این کارا رو نمی‌کنه که برو تو این دو سال خوب بهش فکر کن حاجی این جعفر هم عشق گوشه پیمان مددی که سالها پیش فیلمنامه‌ای رو با نام آخرین تاوان ثبت کرده بعد از مدت‌ها متوجه میشه فیلمی با همین عنوان ساخته شده و جایزه‌های داخلی و بین‌المللی زیادی گرفته. پیمان علیه عرفان خرازی کارگردان فیلم آخرین تاوان با رسانه‌های مختلف مصاحبه کرده و ادعا می‌کنه که عرفان ایده فیلمنامه‌شو دزدیده. حالا عرفان خرازی که آبروی حرفه‌ای خودش رو در خطر می‌بینه برای اثبات بیگناهیش از آقای مددی به اتهام افترا شکایت کرده تا اگر پیمان مدرکی داره که اثبات میکنه خودش نویسنده یک فیلم نام است اون مدرک رو به دادگاه ارائه بده آقای پیمان مددی بله درسته؟ بله شما آقای عرفان خرازی بله بنده است شما فیلم نام آخرین تاوان شما نوشتی؟ بله خیر آقای قاضی من نوشتم ایشون رو من دزدیدن ممکنه یه دو دقیقه اجازه بدی من اول با ایشون صحبت بکنم بعد به شما وقت میدم حرف بزن بله چشم خوبه؟ بله بعد فیلم ظاهرن کلی هم فروش داشته بله خوشبختانه خارج از کشورم جایزه برده بله. داخل کشورم همینطور بله. درسته؟ جایزه هاش هم باید پس بدی آقای قاضی جایزه هایی که این آقا گرفته همش برای منه فیلم نامه چون برای منه صبر نمی‌کنیم اما ایشون صحبت کنم بعد به شما حرف آخه دزدیده چی بگم آقای قاضی برادر من این که شما میگی دزدیده الان ایشون بابت افترا از شما شکایت کرده اگه نتونی ثابت بکنی که فیلم نامه ازت دزدیده برای دردسر میشه ثابت میکنم بعد شما که مدعی هستی ایشون فیلم نامه از شما دزدیده خب چرا همون موقع نرفتی شکایت بکنی ازش آقای قاضی پشت اینا هزار تا تایید کننده گردن کلفت مافیای فیلم و سریال وصله شکایت هم به کجا میرسه آقای قاضی کار من تایید کننده آنچنانی هم نداشته بخشی از سرمایه کارم خودم گذاشتم که این کار ساخته بشه باباش گذاشتم نه الان اصلا ببین ما کار به این قضیه نداریم اینجا دادگاهه ما با سند و مدرک سر کار داریم شما سند و مدرک برای من بیار که ایشون فیلمنامه از شما دزدیده من رأی رو به نفعت میدم اصلا به مافیای سینما هم کاری ندارم خوبه اصلا مدرک نداره بله چشم خیلی خوب توضیح بده آقای قاضی این موضوع من برمیگرده به خیلی سال پیش اون موقعی که سینما میخوندم آها شما سینما خوندی بله مثل خیلی ها سرمایه پدری نداشتم بدون مدرک و تحصیل بخوام فیلم آقا توهین نکن یعنی کی آقای قاضی داره توهین میکنه آقا بی سوادی ادامه بده آقا قاضی منم فکر می‌کردم مثل خیلیای دیگه توی این عرصه برای خودم کسی میشم اما مگه سینما برای چند نفر جا داره خیلی از اون آدمای عشق سینما الان یه گوشه کنار نشستن دارن واسه خودشون یه کاری انجام میدن که هیچ ربطی به سینما نداره درست مثل خود من الان اینه که شما داری میگی سند و مدرکه دلیله نه آقا قاضی اینا رو دارم میگم من از پشت کوه نیومدم اینجا بگم این فیلمنامه رو من نوشتم من سالا برای این فیلمنامه زحمت کشیدم میدونی من چقدر روی این فیلمنامه کار کردم همه دانشجوها همه همکلاسیام شاهدن من چه قلمی داشتم همینجوری شبانه روز فیلم مینوشتم به امید روزی که دری به تخته بخوره بتونم بسازمش الان آقا از من دزدیده اینو آقا درست خودت درست صحبت کن آقا قاضی داره توهین میکنه دلیل و مدرک محکم آقا قاضی این آقا آینده منو همسرمو خراب کرده
من یه روز نشسته بودم تو خونه، خانومم اومد گفت فیلمت رفته رو پرده سینما. اول فکر کردم داره مسخره‌ام میکنه، بعد رفتم سینما نشستم فیلمو دیدم، دیدم دقیقاً همون فیلمی که من ساختم، همون اسمی که من گذاشتم و این آقا برداشته ساخته، همینجوری هم حالشو برده، جایزه هم پشت جایزه، برای همین میگم جایزه هاشم باید پس بده. آقا الان کجا این چیزایی که تو داری میگی شبیه دلیل و مدرک میمونه؟ آقا اصلا مدرک نداره آقای قاضی. آقای قاضی این من سه بار دارم تکرار میکنم، باز شما داری حرف خودتو میزنی، داری قصه برام تعریف میکنی. گفتم آقای قاضی این جوجه نویسنده حتی به خودش زحمت نداده. آقای قاضی جوجه نویسنده توهین نیست. اسم فیلمم عوض کنه. دقیقاً همون چیزی که من ساختم اون ساخته. یه نگاه به اینجا بکن. یه نگاه بکن به اینجا. اینجا کجاست؟ دادگاه. ما اینجا با چی سر کار داریم؟ دلیل و مدرک مستند که ندارن ایشون. اگر داری میگی ایشون فیلمنامه شما رو از شما دزدیده، یه دلیل و مدرک به من بده. برادر من مدرک نداره آقای قاضی، فقط داره حرف میزنه. ما 5 دقیقه سر همینجوری بی خودی با هم بحث میکنیم. اینا هم قلابی آقای قاضی. این نسخه از فیلمنامه، این نسخه از فیلم آقا، خودتون متن و فیلمو با هم دیگه مقایسه کنید، می‌بینید بیشتر از 80% منطبقن. روی فیلمنامه هم شماره ثبت فیلمنامه هست که این فیلمنامه 10 سال پیش به نام من تو سامانه ثبت فیلم ثبت شده. آقای قاضی نمیشه ایشون بیا اینجا وایسه همینجور بی دلیل حرفای بی اساس بزنه. آقای خرازی شما شکایت کردی، ایشون حق داره از خودش دفاع کنه. آقای قاضی یه فیلمنامه ثبت شده درست، یه فیلمنامه ثبت شده درست، ولی آخه دلیلش چیه؟ 100 تا فیلم که اسمشون شبیه همه. شما الان به جای اینکه هرس بخوری بهتر دلایلتو بگی. اصلا ناراحت کننده است آقای قاضی. یه نفر تو روز روشن اومده داره میگه فیلمنامه که این همه روش زحمت کشید، این همه وقت گذاشتی دزدیه. بعدم به خاطر اینکه فقط خودشو معروف کنه رفته همه جا مصاحبه کرده. همه جا توی فضای مجازی به والله دیگه آبرو ندارم. شما هم که نشستین فقط به حرفای بی اساس ایشون گوش میکنی. آقا ایشون شما مگه شکایت نکردی؟ برادر من شما شکایت کردی، ایشون حق داره از خودش دفاع بکنه. آقا این چه داستانیه؟ من الان باید روی فیلمنامه جدیدم کار کنم، افتادم دنبال دادگاه و دادگاه کشی. خب پس برای چی اومدی شکایت کردی؟ با شما الان شما بفرمایید من چی به شما بگم. شما باید توضیح بدی برای من، دلیل بیاری که این فیلمنامه رو خودت نوشتی. دلیلی نداره آقای قاضی. میدونی سوال شما مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که از یه پدر و مادر سوال کنی که دلیلتون برای اینکه فرزند شما فرزندتونه چیه. آخه من اینجا فکر نمیکردم به خاطر اینکه ثابت کنم صاحب نوشتهام هستم مجبور شم اینجا توضیح بدم. اما بله، منم وقتی که فیلمنامه رو نوشتم توی بانک فیلمنامه ثبتش کردم، ولی چون قبلا اسمی به نام آخرین تاوان توی سیستم بود به اسم دیگه فیلمو ثبت کردم. آقای قاضی این خودش داره اعتراف میکنه قبلا این اسم بوده. آقای قاضی هیچ دلیل منطقی نداره. چی داره میگه؟ میز شماست. آیا اون دلیله؟ منم 100 تا از اینا دارم، میتونم 400 ورق کپی بگیرم بذارم جلوی شما. شما متن رو بخون آقای قاضی، ببین چه ربطی به فیلم داره. شما فیلمنامه رو کی نوشتی؟ حدودا 2 سال پیش. شما کی نوشتی؟ من 10-12 سال پیش نوشتم. حالا شما بفهمید ایشون 10 سال پیش از رو من کپی کرده یا من 2 سال پیش. آقا چی کپی کرده؟ کپی کرده افترا میزنی؟ دزدی کردی آقا. دزد خودتی، درست حرف بزن آقای قاضی. هی داره تهمت میزنه ایشون. آبروی من آورده همه جا. چند سال می‌نویسی؟ قبلا اصلا کلا چند سال کارو نوشتن انجام میدی؟ من از بچگی می‌نوشتم آقای قاضی، ولی به صورت حرفه‌ای حدودا 3-4 ساله. میگم این چند تا فیلم آقا دارم حرف می‌زنم. تو این همه حرف می‌زنی من کار نیست. این فقط یه لحظه که من نداشتم. منم اگه پدر قاضی ساخته فیلم بودم، من کسی بودم. اینا هم ایشون هم دیگه جرأت نمی‌کرد به من اتهام افترا بزنه. آقای قاضی من 4 تا فیلم کوتاه نوشتم. این اولین فیلم بلند منه که ایشون آبروی منو به خاطر این فیلم برده. هر جا میرم من میگن دزد. آقای قاضی حتما دزدی کرده که دزد خودتی آقا. حتما دزدی کرده دیگه، مردم که الکی حرف نمیزنن. حتما دزدی کرده که دارن میگن دزد 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 دیگه. بچه رو همه میدونن. آقای قاضی اینا کلا کارشون همینه. این آدما کلا دمال اینا که افراد نامی و بکشن زیر. یک ذره شرف داشته باش. آقای قاضی دقیقاً این من اول اتهام نزده بودم که این موضوع از اونجای شکل گرفت که همه دوستان من میدونستن این فیلمنامه فیلمنامه منه. توی همه دنیای مجازی نوشتن که آقا این فیلمنامه فیلمنامه توه. از همونجا پخش شد. اصلا من نگفتم که فیلمنامه رو من نوشتم، اول دوستان بهم یادآوری کردن، گفتن آقا فیلمنامه رو تو نوشتی، این فیلمنامه رو تو نوشتی، برو حق تو بگیر. من دیگه دیدم پشت این هزار نفر هستش، گفتم دیگه نه داره می‌نویسی یه فیلم نساختی. الان اگه ادعا می‌کنی من ادعا می‌کنم سندت کو مدرکت کو اون یکی از سندام سنده بعد کجا سنده؟ من از سر تازه می‌ذارم اونجا آقای قاضی. گواهی ثبت فیلمنامه داری؟ بله آقای قاضی دارم. میاری برام؟ اینم یه دروغ دیگه. شما چطور شما داری میگه بفرمایید قاضی. این نشون میده که 10 سال پیش من فیلم ثبت کردم به نام خودم. آقای قاضی برای همینجا بهتون گفتم چون قبلا اسمی که توی سیستم ثبت شده بود مجبور شدم اسم دیگه ای ثبت کنم. این فیلمنامه منه. بفرمایید. این دو تا رو استلام بگی برای من. خب
آقای مددی، شما به من بگو نسخه اولیه فیلمنامه ها تو چجوری می‌نویسی؟ یعنی چی چجوری می‌نویسم؟ چجوری می‌نویسم؟ فکر می‌کنم می‌نویسم دیگه، میرم یه جای خلوت. بابا جان دست نویسه با رایانه است چجوریه؟ حتما نسخه چک نویسش هم می‌خوام. بله می‌خوایم. دارم اتفاقا، ولی الان همرام نیست. با کجاست؟ خونه است، میتونم بگم خانم. آقا شما اومدی دادگاه، باید سند بیاری. دو تا سند دادم خدمت اینا، سند اینا هیچ چیز سند نیست. من نمی‌دونم آقای قاضی چک نویسش هم می‌خواد. اگه می‌خواد تماس بگیرم خانم هم دست نیست بیاره. آقا قاضی یه بار میگه دست خانومه، یه بار میگه اینجوری، یه بار میگه اونجوری. آقا من مسخره نیستم، آبروی منو برده ایشون. یعنی الان دم دسته، میتونن سری بردارن بیارن؟ بله دم دست آقای قاضی. شما بعد از 11 سال که فیلم نامه رو دستی نوشتی؟ آخه من اصلا آخه داره دروغ میگه آقای قاضی. اینا نیستم، من کلا تو کاغذ فیلم نامه‌مو مینویسم، یه حس دیگه بهم میده تو کاغذ مینویسم. بعد بعدم برای ثبتش به مشکل نمیخوری؟ بعدش میدم خانومم برام تایپش میکنه. این فیلم نامه آخری هم خانم تایپ کرده؟ بله. نمیشه به کسی اعتماد کرد دیگه. میبینید که ممکنه ایده آدمو بدوزن. بله بله. آقا کپی کار توی چی داری میگی؟ احتیاطم شرط عقل دیگه. شما چند سال ازدواج کردی آقا؟ 8 سال آقای قاضی. ها؟ 8 سال. بعد فیلمنامه رو که 11 سال پیش ثبت کردی. اون موقع نامزد بودیم آقای قاضی. دوران نامزدی برام اومد. آقای قاضی من میتونم نامزد بودی بعد همون موقع هم فیلمنامه رو دادی خانم تایپ کرد و بعد ثبت کردی. درسته؟ بله. آقای قاضی طبق گفته ایشون متنی که الان خدمت شما هست 11 سال پیش توی بانک فیلمنامه به نام آخرین تاوان ثبت شده. این قبول. ولی آقا شما چک کن ببین الان متنی که خدمت شما هست همون متن توی بانک فیلمنامه است. بسیار خب، حالا همین کارو می‌خوام بکنیم. شما شکایت کردی از ایشون بابت ضرب و جر. من توی یه خط برای شما توضیح بدم. ایشون وانتو چه زده بوده جلوی در. پسر من اومده خیلی محترمانه، این قسمت رو دقت کنید، خیلی محترمانه خیلی. به ایشون گفته که ماشینتو ببر بیرون. ایشون تق زده دماغش رو. یعنی من دیوونه هم همچی بیام تق بزدم تو چشمون. دماغتو زده؟ آره بله، هم دماغم هم لبم پاره شده هم زیر چشم. اینو شما زدی اینجوری دماغشو؟ آقا دعوا میشه دیگه. آقا جواب اون عکسه بده. آقا میزنی من قوامو بزنم یا نه؟ آقای امینی، آقا هر کدوم از این مستجر زده اجازه بده آقا من یه اجازه نمیدم بهت. ببین بابا جون، شما دو نفر دو تا شماره ثبت به ما دادید، درسته؟ بله. شما یه چیز ازت بپرسم. 11 سال پیش که فیلم نامه ثبت کردی یه خلاصه داستانم باش ثبت کردی، درسته؟ بله درست. خدا پدرتو بیامرزه، طبق کدوم شماره ثبت؟ طبق همون چیزی که همین شماره ثبتی که الان روی فیلم نامه خودت هست. بله. درسته؟ درست. این خلاصه داستانی که الان ما استعلام گرفتیم منسوبه به همین شماره ثبت که شما برای من آوردی. بله. به نام آخرین تاوان. تاوان. خیلی خوب. الان موضوع این خلاصه داستانی که شما 11 سال پیش با همین شماره ثبت ما الان استعلام گرفتیم ازش راجب کوه دماونده. درسته؟ بله درسته. ببین بالا هم سرتیز داره دیگه، درسته؟ بله. اشتباه که نمی کنم، اجازه بده. بسیار خوب. درست میگه؟ بله درست. موضوع فیلم شما چیه؟ من در مورد زادگاه هم جناب قاضی، تمدن جیرفت. خب چه ربطی به هم داره؟ آقای قاضی با اون یه صفحه خلاصه که نمیشه کل محتویات رو متوجه شد. آقای این آقا فقط اومده اسم اون نقطه رو عوض کرده. کل موضوعات شبیه همه. شما فیلمنامه رو کامل بخون، اگه شبیه هم نبود هر چیزی توش دارم. برادر من فیلمنامه شما اینجا هست. بله اما اصلا برای من قابل استناد نیست. داره دروغ میگه آقای قاضی. چیزی که برای من قابل استناده این خلاصه داستانی که خودت 11 سال پیش با همین شماره ثبت ثبت کردی تو بانک فیلمنامه خانه سینما. شاید اون خلاصه که من الان اونجا ثبت کردم محتویات فیلم ایشونو نشون نمیده. آقا شما کلا کارتون همینه. تو دوستات که دیگه دیگه ما رو نادون فرض نکن فقط دیگه. فقط میخوای با آبروی ما بازی کنی. چی داری میگی برای خودت؟ برادر من یه بار دیگه ازت میپرسم برای اینکه خودت تفهیم بشی، خودتو بذار جای من، حرفی که داری میزنی رو میتونی باور کنی؟ آقای قاضی من مدارکو گذاشتم. من که این شماره ثبت از خودم در نیاوردم که، شما ارائه کردی. برادر من طبق همین شماره ثبت ما استعلام گرفتیم این خلاصه داستان اومده. حالا خلاصه داستانی که مربوط به آقای خرازیه، درست میگم؟ بله. خلاصه داستان راجع به تمدن جیرفته. بله. دو سال پیش ثبت شده، شماره ثبت هم که داره، بعد رفته فیلمشو ساخته، اسم فیلمم قبل از اکران تغییر داده. شما برادر من ببین کاری نداره،
میری فیلمو میذاری تو دستگاه میشینی نگاه میکنی دیالوگ به دیالوگ فیلمو می‌نویسی بعد دارم صحبت میکنم بعد میای اینجا به من فیلمنامه ارائه میدی میگی این فیلمنامه رو من نوشتم آقای قاضی چه حساب آقای قاضی چی شما فیلمنامه منو کامل بخونی ببینی همه ایده‌هایی که من توی فیلمنامه نوشتم کدوم ایده آقای محترم توی فیلمش گذاشته من چه جوری باید ثابت کنم الان به شما همه اون چه ایده‌های منو برداشته توی فیلمش آورده فقط اسمو تغییر داده اسمو تغییر داده سند بیا شما اون فیلمنامه که الان گرفتی خلاصه‌شو کاملشو بگی دقیقاً همونه باز تکرار کن حرفتو خب آقا من فیلم ایشونو دیدم ربطی به این چیزی که اینجا الان ما استلام گرفتیم نداره به مرغش یه پا داره یه چیزی داره هی تکرار میکنه آقای قاضی ما که تو هفت آسمون یه ستاره نداشتیم اینم روش شما هم حکمو بده ولی میدونی که خودت دزدی کردی آقای قاضی تو یه جوری حرف میزنه انگار منت هم سر ما گذاشته که ما رو بخشیده آبروی ما رو برده آقای قاضی دزدی کردی حق تو خودت دزدی کردی تو میخواستی معروف بشی نه باعث من آقای چه کاری با آبروی ما بازی کردی ایشون فقط با نام من بازی کرده که فقط خودی که ببره بالا آقای قاضی شرف رو من نداشته به والله دیگه جگرم آتیش گرفته همه به هم میگن دزد دزدی کردی به میگن دزد آقای قاضی باید مصاحبهاشو پس بگیره ایشون اینجوری نمیشه جوگیر نشه قاضی هم تحت تاثیر فیلمت قرار گرفته الان داره به نفعت حکم میده وگرنه خودت میدونی که دزدی کردی آقای قاضی ایشون آینده منو خراب کرده من آینده تو رو من خراب کردم تو آینده منو خراب کردی آقا شرف برای من نذاشتی تو سینما. آخه اون موقعی که من فیلمنامه می‌نوشتم این کجا بود؟ من جلوی همکارم سرمو نمی‌ذارم بالا بگم آقای قاضی. همه به هم میگن تو دزدی. من انقدر فیلمنامه می‌نوشتم که همش امید اینو داشتم یه روز بتونم بسازم. این آسترین و خواسترینش هم برداشته کپی کرده. آسترین و خواسترینشو. حداقل نامت می‌رفتی میومدی بهم میگفتی که یکی از اون فیلمناماتو بده با کمترین هزینه بهت می‌دادم. این کارا رو نمی‌کردی. با کمترین هزینه بهت می‌دادم اون فیلمنامه رو. چون من خیلی نیاز داشتم به اون پولش. آقای قاضی به جرم چی الان دارید به من دست فهم میزنید؟ افترا افترای چی؟ پرانده تو پرده تشریفی شیش ماه حبس بابت توهینی هم که کردی به من هیچی برو عبف ببر اون پوشت هم ببر پوشت ها دارم بی اینجا باز کن پوشت رو آروم همون آقای قاضی الان حکمی هم که میدم و شما میتونی ببری رسانه ایش بکنی متوجه هستی؟ حالا به حال مثل روز اول نمیشه ولی خیلی از مشکلات تا حل میکنه یا برو برامون نبون آقای قاضی حالا اوضاع بهتر خواهد شد دست شما در من بفرمایید ممنون فیلمت هم دیدم خیلی هم دوست داشتم سلامت خیلی دوست داشتم ممنون از لطفتون خیلی لطف موفق باشید قربون زندگی همه ما معنایی داره. گاهی پی به معنای زندگیمون میبریم و از چیزی که هستیم لذت میبریم و گاهی چون هدف زندگیمون رو درک نمیکنیم احساس میکنیم حضور ما در این دنیا معنایی نداره. بعضی از ما در جستجوی این معنا راهمون رو گم میکنیم. بعضی از ما هم دست در جستجو میکشیم و یه گوشه میشینیم و گذر عمر رو نگاه میکنیم. اما شاید پیدا کردن معنای زندگی هر کدوم از ما خیلی هم سخت نباشه. فقط به این فکر کنید که تو تمام سالهای عمرتون چه کارایی کردید که شما فقط شما میتونستید انجامش بدید. هر کدوم از ما برای این سوال دست کم یه جواب داریم. همین جواب معنای زندگی شماست.